اومدیم با یه پست آموزشی دیگه برای خط شکسته و تند نویسی تو جلسه پنجم یک مصرع دیگر رو انتخاب کردیم که بتونیم نکته هایی که لازم هست بهتون بگیم ازش استفاده کنید. خب هرچی جلوتر بریم میتونیم از جملات سخت‌تر ترکیب‌های خیلی حرفه‌ای‌تر استفاده کنیم که بتونید با این ترکیب‌ها هم کار کنید که لذت بیشتری ببرید. یه دونه از دستخط‌هایی که مخاطبین عزیز فرستادن تمرین کردن برای جلسات قبل رو انتخاب کردم که در پایان صحبت‌های امروزم بعد از این درسی که میدم اون خط رو هم براتون نمایش میدم، نکته هایی که لازم هست در مورد خط ایشون هم میگم، به کار شما هم قطعا میاد و میتونید استفاده وافری ببرید. خب بریم برای شروع نکته هایی که لازم هست بگم. لایک هاتون کامنت هاتون فراموش نشه و انرژی هاتون خیلی میتونه به ما کمک کنه. جمله‌ای که انتخاب کردم مصرع شعری هست، نیست در سودای زلفت کار من جز بیقراری. حالت‌های استفاده شده در کلمات رو میتونی ببینی، ترکیبی که خب به سلیقه من بوده زدم، میشه ترکیب‌های مختلف دیگه از این مصرع زیبا در آورد، ولی خب شما سعی کنی بر اساس همین توضیحاتی که میدم و سرمشقی که در اختیارتون قرار داده میشه استفاده کنید که بتونید کامل یاد بگیرید. خب نیست رو من از دندونی شاخص به این صورت استفاده کردم. شما میتونید به صورت دیگه هم استفاده کنید که به این صورت، ببینید نه و یه و سه و ت، ببینید اینجوری هم میشه استفاده کرد. ببینید توی کلمه سودا حالت اتصالا رو دقت کنید، به خاطر اینکه سرعت عمله بیشتری داشته باشیم اومدم و این واو به ده، ده و به الف و در انتها به یه وصل شده. چجوری؟ ببینید سین که دیگه دندونه نمیذاریم تو شکسته، با یک شیب ملایم میاد واو میاد داخل. دقت کنید اینجا دال رو باید جوری بنویسیم که داخل واو خودش رو جا بده. در ادامه میایم الف رو میبریم بالا، اینجا رو با قوس میایم و مستقیم میاریم پایین. میتونیم هم الف رو بیاریم بیرون از اینجا ادامه پیدا کنه بره، هم میتونه از داخل پیدا کنه اون ادامه رو داشته باشیم. مینویسم نگاه کنید اینجوری میاد، هم این حالتی میتونیم بنویسیم، هم مدلی که بالا نوشته شده به این صورت. الف رو انتهاش بیاریم بیرون و از اینجا یه رو بهش متصل کنیم. خیلی مهمه که ببینید این ارتباط بین این خطوط، اینا همه اون شیبه که لازم داره رو رعایت کنیم. خب کلمه زلفت خیلی سخت نیست، ما میتونیم حالت ت رو توی نیست و زلفت، ببینید میتونیم الان ل و ف و تو، ببینید میتونیم به این حالت مدل ت رو بیاریم به صورت خیلی کوتاه‌تر، یا میتونیم به صورت تعلیقی بیاریم به این حالت، ولی خب این دیگه کمتر استفاده میشه توی دستخطای روزمره. این از همه بیشتر استفاده میشه، این و یا حتی این. خب کلمه کار با یک چرخش، الفش کوتاه‌تره و سرکش الف. توی کلمه من دقت کنید، توی کلمه من میم رو ببینید به این حالت فشار میدیم، میبریم سمت راست، بر میگردیم روی خودش و میتونیم آروم بیاریم، یه چرخش کوتاه اینجا داشته باشیم. شما چون دستتون ممکنه روون نباشه برای چرخش همچین نونی، خودتون اذیت نکنید، سعی کنید با همین حالت نگاه کنید، ساده بیارید و آروم این برم برگردونید، برای شما کفایت میکنه. کلمه جز به صورت کشیده، حواسمون باشه به اون قوسی که توی کشیده باید لحاظ بشه، روی ز کوتاه، بی رو یه مقدار بالاتر میبریم که یه با این هماهنگ باشه به این صورت. حالا من اومدم بیقراری رو مثلا اینجا نوشتم، اینجا من از یه معمولی استفاده کردم نه از تعلیقی. خب میشه اینجا از هم یه هم استفاده کرد، میشه از این یه هم استفاده کرد، اینا دیگه حالتایی که میتونه هر کدوم از اونو باشه خیلی
فرقی نمیکنه، بستگی به سلیقه‌تون داره. یا میتونیم حتی از این مدل یه کشیده هم به این صورت استفاده کنیم. همه اینها رو میتونید با این حالتایی که گفتم ازش به هر حال تمرین داشته باشید تا بتونید دقیقاً مو به مو نکته‌ای که گفته میشه رو رعایت کنید. خب این مربوط به این جمله بود، این مصرع بود که نکاتش رو گفتم. سرمشقش رو توی چنل تلگرام حتما دانلود کنید، چاپ کنید، با آرامش کامل تمرین کنید. در آرامش یواش یواش اتفاقات خوب میفته در دستتون. عجله هیچ وقت تاثیر مثبت نمیذاره. در ادامه هم نمونه خط یکی از افراد رو براتون توضیحاتش رو میدم که مال جلسات قبل بوده، ارسال کرده. شما هم میتونید طبق توضیحاتی که در چنل گفتم بفرستید. حالا تا جایی که بشه بتونم نکاتش رو بگم. طبق قولی که بهتون داده بودم قرار بود که حالا یک نمونه از دستخط دوستانی که تمرین کردن فرستادن رو هم بررسی کنیم که کمکی باشه برای شما تا بهتر بتونید ایرادها رو ببینید. خب این دوستمون سعی کردن که اون تمرینات جلسات قبل رو انجام بدن. ایرادی که وجود داره، ببینید، شما وقتی میخواید شکست نویسی انجام بدید باید فاصله بین حروف رو حفظ کنید. ببینید الان این فاصله ها خیلی زیاده. اینا باید مثلا این ما توی شکست نویسی اینجوری نباید کامل بنویسیم. ببینید به این حالت الف کوتاه‌تر. ل رو مثلا خیلی ساده نمیشیم. قشنگ این پیچ و خم ل رو بتونیم کامل پیاده کنیم. ببینید زاویه ها رو قشنگ رعایت کنیم. روی یه مثلا یه ذره باید شیبش بیشتر بشه. نقطه ها رو اصلا اینجوری نذارید هیچ وقت. ببینید تو رو که اینجوری نوشتید واو کوچیک به این حالت یا به این حالت میفته بزنید. مثلا ارتباط بین تاریخ رش و ادامهش رو نگاه کنید خوب نیست. شما این تئوره رو نوشتید باید یه جوری بنویسید هماهنگی بین قاف و ر به وجود بیاد که باعث بشه هارمونی خیلی زیباتری پیدا کنه، حس بهتری بتون انتقال بده. سین نباید انقدر کشیده باشه، باید کوتاه نوشته بشه که ت بتونه کشیده تر باشه، زیباتر باشه. یه کلمه توی درس بعدش که بیتو به سر نمیشود باز شیب رو رعایت کنید. یه خورده باید پایین تر شروع کنید. این تو باز فاصله داره، نقطه ایراد داره. به رو خوب نوشتید ولی طبق توضیحاتی که درس دادم سوار میشه این ور که از فاصله های خالی بتونید نهایت استفاده رو. بعد گفتم نمی رو میخواید بنویسیم یه با این ر هماهنگ باشه، این الان جا هماهنگی داره به وجود میاد. دال رو میخواییم به واو وصل کنیم، به نشه رو نوشتیم میخواییم واو رو بنویسیم. واو باید یه چرخش داشته باشه به این صورت رو کنید. این به سمت داخل اومده و ده میاد کامل این چرخش رو داره که بتون حرکت کنه. دوستمون به این صورت واو رو نوشته، این باعث میشه که دال ازش دور میشه، در صورتی که واو و ده باید دور کنید هماهنگی به وجود بیاد، دال بتون داخل واو خودش رو جا. خب توی درس دیگه باز یه ذره این یه رو حواستون باشه، یه ذره شیبش رو بیشتر بگیریم. مثلا از رو نگاه کنید فاصله بین حروف چقدر زیاد شده. ببینید به این صورت و به این حالت. باز این هر رو میتونید بالاتر شروع کنید ولی کشیده خیلی خوبی در آوردید. ولی دور خورده این وقت این ورتر باز ببینید این حالتی و این حالت. آ ببینید مثل یه عدد چهار میخوام بنویسیم، الفش رو کوتاه. این باید نیم رو پرت کنیم پایین که زیباتر بشه. اینجا الف خط صاف نیست، الف اینجوریه. اینم همینطور پرتش کنید پایین نیم. و درس دیگه آهسته میایی، کشیده ها خیلی خوب دارید بنویسیم، الف رو به این صورت بکنید و یه ذره کشیدش رو بیشتر. می به این صورت نیست، اینجوری نگاه کنید این حرکت و این حرکت. باز الف رو به این حالت بیارید، یه اینجوری. در کل خوب نوشته بود این دوستمون ولی
میتونه با این نکته‌ای که گفتم خیلی پیشرفته بهتری هم داشته باشه.